سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز امیدوارم که حال تک تکتون عالی باشه میخوایم با هم دیگه یک آپدیت از وضعیت شیبا اینو داشته باشیم دیروز ویدیو منتشر نکردیم چون که قیمتش داشت واکنش های مختلفی رو نشون میداد و منتظر بودم ببینم که قراره که چه اتفاقی بیفته این ویدیو مهمه تحلیل فوری از شیبا میخوایم داشته باشیم ببینیم که این پایین اومدن ها همچنان ادامه دار خواهد بودش یا نه چون که قیمت بیت کوین اگر شما نگاه کنید رسیده به 65000 دلار یک کاهشی رو داشته از این ور خود شیبا هم همراه با بیت کوین کاهشی رو تجربه کرده و خیلی ها سوال براشون پیش اومده که الان در حال حاضر چیکار کنیم خط بنفش رنگی هم که اینجا شما دارید نگاه میکنید عدد 4.326 هم شکسته شده تقریبا و قیمت داره به سمت پایین یک اصلاحی رو تجربه میکنه خب بریم شروع کنیم اول از همه وضعیت بازار ارز دیجیتال فعلا خوب نیستشان چنان, چنان چون که در حال حاضر شما اگر نگاه کنید تحلیل حالا از اوزه پولم مدتی بهش نگاه کنیم مثلا نمودار بیت کوین آپدیت تحلیلش من امروز میذارم حتما اون ویدیو رو هم دنبال کنید نکته که هستش هر ویدیو منتشر میشه این روزها با دقت کامل دوباره مثلا روزهای گذشته کامل نگاه کنید مخصوصا ویدیوهای تحلیلی بیت کوین چرا که روند رو داریم پیش بینی میکنیم و میدونیم که این اصلاح ها تا کجا ادامه دار خواهد بودش که اونجا خواهم گفت بهتون داخل ویدیوی بیت کوین هم گفتیم که قیمت بیت کوین جا داره تا 62000 تا یه کاهش رو داشته باشه چون که حمایت اونجا هستش در تایم بلند مدت هم شما بری شیبا رو نگاه کنید مثلا تایم فریم ماهانه یا هفتگی برید نگاه کنید من اینو هم تغییر بدم هفتگی شما اگر بخواید نگاه کنید خب وضعیت رو داره سعودی نشون میده و این پایین اومدن ها به عنوان یک اصلاح میشه بهش نگاه کرد که قیمت داره یک اصلاح رو تجربه میکنه یک استراحتی رو داره که بعد از اینکه این استراحت رو تجربه کرد اصلاح رو تجربه کرد قیمت بخواد که به سمت بالا یک جهشی رو داشته باشه برگرده بالا پس در تایم فریم مثلا هفتگی ما نگاه میکنیم این پایین اومدن ها به عنوان یک اصلاح میشه بهشون نگاه کرد ولی اگر بیایم تایم فریم مثلا روزانه میبینیم که پایین اومدن ها خیلی کندلایی رو داریم اینجا میبینیم که از پایین اومدن داره حرف میزنه میگه قیمت میتونه نهایتا تا عدد مثلا 421 20, 20 این محدودها ها یه تارگت یه حمایتی داشته باشه بیت کوین ها بهتون گفتم که حمایتش روی چند دستش عدد الان 65000 دلار هستش حمایتی که جا داره بهش بیاد و پایین تر بیاد عدد 62 هزار دلار هستش و شیبا هم عددی که داره اگر حالا بیت کوین به 62 هزار تا برسه تقریبا شیبا هم عدد 421 و 22 این محدود هستش که قیمتش میتونه حمایت خوبی رو داشته باشه و اگر تایم فریم روزانه شما نگاه کنی خب این عدد حمایت مهمی اینجا وجود داره ببین یه گره معاملاتی اینجا ایجاد شده که قیمت اومده از اینجا استارت زده به سمت بالا یه پامپی داشته صبر کرده اینجا و بعد به سمت بالا پام کرده پس اینجا یه حمایت مهمی واسه ما به حساب میاد که قیمت شیبا جا داره که تا این محدوده هم بیاد اصلاحی رو داشته باشه کاهش رو داشته باشه دیروز من یه نکته گفتم اگر آخرین بار ویدیو تحلیل شیبا رو بهت نگاه کنید گفتیم که سیو سود انجام بدید کسایی که مثلا از شیبا خارج نشدن خارج بشن این رو من تکرار کردم و اینجا بودش تقریبا قیمت شیبا داشت برمیگشت روی این کندل بود داشت برمیگشت به سمت بالا سبز رنگ بودش. گفتم که کسایی که با ما سیو سود نکردن خارج نشدن از شیبا اینا خب اینجا میتونن خارج بشن از شیبا و از صبر کنن که پایین ترا خرید خودش رو انجام بدن یعنی دیگه من سوالی نذاشتم که بمونه برای شما چرا چون که برخی از دوستان تازه با ما آشنا شدن اونایی که حالا از پایین با ما آشنا شده بودن اینجا خریدشون رو انجام دادن یه سیو سود اینجا انجام دادیم یه سیو سود اینجا انجام دادیم ولی برخیام از اینجا به بعد با ما آشنا شدن وقتی که قیمت داره کاهش پیدا میکنه یا اینجایی که قیمت داشت پامپ میکرد به سمت بالا و روی این قیمته گفتم بهتون آقا اینجا ما سیو سود انجام دادیم ولی شما که حالا تازه آشنا شدید خارج نشدی حتی به ضرر هم باشه به هر حال باید بیاین تو استراتژی ما و با هم دیگه بیایم حرکت کنیم تا به این لحظه که درست پیش رفتیم تمام تحلیل درست بوده و اون سری هم بهتون گفتم که اینجا اگر خارج نشدید روی نداده میتونید یه مقداری خارج کنی اگر تا انتهای ویدیو کامل نگاه کرده باشید این حرف ما زدیم و گفتیم که میتونید خارج بشه کسی که هنوز جا موندن و بیان وارد بشن به استراتژی ما و با همدیگه بیایم حرکت کنیم به سمت بالا و پایین در حال حاضر قیمت شیبا خب اگر تازه دیگه آشنا فکر نکنم شده باشید با ما قیمت شیبا اینو اگر کاهشی داشته باشه ببین 4 3, 21 22 محدوده جذابی برای پله اول میتونه خیلی خوب باشه یعنی اگر ما بخوایم خریدی انجام بدیم این محدوده که کفش میفته تقریبا رو 21 اینا. اینجا جایی هستش که حتی شدو هم میتونه بزنه یعنی تا عدد بیسلینه شدوی داشته باشه اینجا رو اگر شما بتونید یه پله اول بگیرید خیلی کار درستی رو تونستید انجام دادید پس ما پله اول خودمون رو مشخص کردیم فهمیدیم که قیمت شیبا پله اولش کجا هستش جایی که باید خرید انجام بدیم کجا هستش که درصدش هم اگر شما نگاه کنی فاصله زیادی با همدیگه ندارن 11 درصد 13 درصد 12 درصد فاصله خیلی کمی اینجا وجود داره پس قیمت شیبا میتونه تا این محدوده یه کاهش رو داشته باشه و از اون ور هم اگر بیت کوین تا 62 هزار تا که جا داره قیمتش بیا شیبا هم رو همین حمایت میمونه و بعد بیت کوین روی حمایت خودش میتونه یه برگشتی به سمت بالا داشته باشه پله اول هم منظورمون همیشه من به بچه ها میگم هر ارز حالی که شما خریداری میکنی چه شیبا باشه چه یک حتی کالایی باشه نکته ای که ازش در سه پله اون رو بیاین خریداری کنی چرا چون که مدیریت سرمایه رو ما درست انجام دادیم سه پله خیلی مهمه پله اول که میافته اینجا خب اگر قیمت از همینجا برگرده به سمت بالا پله دوم میافته اینجا یه خرید دیگه اینجا انجام میدیم دوباره اگر قیمت برگرده به سمت بالا پله سوم دیگه اون اوج قیمتیشه بعد یه حرکت میکنه به سمت بالا اینجا میاییم سه سود انجام میدیم ولی نه برعکسش اتفاق بیفته بر اساس مدیریت سرمایه این رو من چیدم ولی برعکسش اگر اتفاق بیفته ببین خیلی ساده یا قیمت میره بالا یا قیمت میاد کاهین برعکسش اتفاق بیفته روی این حمایت ما شاهد این باشیم که قیمت نتونه حمایت خودش رو حفظ کنه و برگرده به سمت پایین پله اول که میافته اینجا دوباره کاهش پیدا میکنه میریم سمت پله دوم که هنوز مشخص نکردم و بعدش میریم سمت پله سوم که نهای نهایتا شیبا دیگه تا کجا میتونه کاهش داشته باشه نهایتش اینه که برگرده به کف قیمتی خودش اون کف گذشته خودش و بعد از همین کف دوباره یه مدت طولانی رنج بشه و میانگینش رو شما حساب کنید میافته اینجا و اگر ما دیدیم که یه تایم بلند مدتی داره رنج میکنه سریع ازش خارج میشیم پس همه این سناریوها وجود داره من تک تکشون رو تو ذهن خودم دارم و میدونم که دارم چیکار میکنم داخل شیبا اینو و ارز دیجیتالی که خریداری میکنم یا حواسم بهش هستش میدونم که قراره که چه اتفاقهایی براش بیفته یا سود بی کنه یا سود نکنه مثلا الان قیمت شیبا من بهتون گفتم که 21 22 این محدوده جذاب برای خرید پله اول هستش برخی ها میان میگن که آقا من ریسک پذیر هستم میاد از همینجا میخره قیمت شیبا رو یه 15 درصد که میتونه مثلا 11 درصد ارزون تر بخره میاد این بالا میخره ممکنه که از همینجا دیگه این عدد رو نبینه برگرده به سمت بالا و بره تارگت عدد 4, 0, 58 هشت رو بزنه که این تارگت همجنان سر جای خودش هستش و من این عدت رو که گذاشتم مطمئنم ما باید منتظر رسیدن قیمت شیبا به این عدد باشیم حالا کاهش هم داشته باشه بالا پایین هم داشته باشه حرکت میکنیم به این سمتی که 58 هستش یه نکته هم بگم خیلی مثلا سیو سود رو اشتباه متوجه شدم فکر میکنم مثلا ما میگیم آقا من یه سیو سود اینجا انجام دادم یه سیو سود اینجا انجام دادم فکر میکنن که شیبا هامونو دیگه فروختیم سمتش نرفتیم نه این اشتباهه سیو سود منظورم اینه که شما اگر مثلا 100 دلار خریدید حتی ببین اینجا اگر شما 100 دلار خرید 100 دلار شده 140 دلار تقریبا 130 دلار 30 دلار تا سیو میکنی خارج کنی از بازار بالاتر میاد روش میکنی یه 20 دلار دیگه هم بهت میگه اون 20 دلار رو هم میکشی بیرون و اون 100 دلار ما رو میذاری باشه و همین کار ما داخل شیوا انجام دادیم ببین یه سیو سود اینجا انجام دادیم یه سیو سود اینجا انجام دادیم قیمت اومد به سمت های بهتون گفتم اونایی که هنوز سیو سود نکردن اینجا دوباره سیو سود کنن یه مقداری رو خارج کنن و الان قیمت کاهش پیدا کرده و سمت پایین میتونن ارزون تر بخرن شیبه های خودشون رو پس همه اینها طبق استراتژی که چیدم داره پیش میره جلو و نگرانی خاصی نداره سیو سودم این نیستش که شما بفروشید و خارج بشید حتی قیمتش کاهش پیدا کنه الان داره اینجا نوسان میکنه من یه تعدادی دارم حالا بر اساس بستگی اون سبدی که چیدم تعدادش هم خیلی زیاد هست شاید مثلا شما قیمتش 10 درصد میاد به سمت پایین چیزی بوده نهایتا 50 دلار یا 40 دلار یا 20 دلار یا 10 دلار ضرر میکنه ولی اون سبدی که من چیدم حالا سیو سودم انجام داده باشم 200 دلار 300 دلار داره تغییر میکنه در این حد میتونم بهتون بگم پس اینا خیلی مهمه ما هم شیبا رو خریداری کردیم هولدرش هستیم طبیعتا دوست داریم که قیمتش به سمت بالا حرکت کنه ولی چارت تکنیکال تحلیل و اون نوعی که داریم سیستمی که داریم جلوی خودمون میبینیم الان چارت رو دارم نگاه میکنم قیمت اگر به سمت پایین بیاد خب دیگه میایم میگیم به سمت پایین میاد دیگه نمیشه اومد گفت کن. مثلا قیمت به سمت بالا حرکت میکنه ولی نهایت پایین اومدن شیبا فکر میکنم که باید روی این عدد باشه و از اینجا به بعد به سمت پایین اصلاح نکنه چون که قیمت کاهشی میشه و روند تغییر میکنه یعنی این موجی که حرکت کرده به سمت بالا یک موج فیک عذاب در میاد و قیمت برمیگرده به سمت پایین کاهش خیلی زیادی رو تجربه میکنه که این اتفاق دوست ندارم بیفته پس حمایت مهم ما اینجا همچنان سر خودش هستش و یه نکته بگم الان 17 ساعت مونده که این کندل بسته بشه جالبه هنوز خب کندلی این زیر ما نبستیم عدد چند 26،, 4، 26 کندلی بسته نشده ببین من زوم میکنم که شما ببینید آیا کندلی بسته شده خیر اینجا کندلی بسته نشده یعنی ممکنه که کندل 17 ساعتی که داره بسته میشه بیاد به سمت بالا برگرده این اتفاق بیفته دیگه چه شود قیمت شیوا استارت میخوره و یه پامپ دیگه خوشگلی رو میاد تجربه میکنه یک جهش دیگه خوشگلی رو میاد

تجربه میکنه توی تایم فریم هفتگی هم اگر بیایم حالا یه تحلیل انجام بدیم در حال حاضر حالا شیبا اینو تایم فریم هفتگیش مثلا ما تایم فریم روزانه میبینیم میبینیم که قیمتش جا داره به سمت پایین استاپ کنه ولی تایم فریم هفتگیش الان دیتا خاصی بهمون به نمیده چرا یه تایم یه دوتون باشه من میگفتم تایم فریم روزانه دیتا خاصی بهمون به نمیده این چرخه بچا هی ادامه داره باید درست تشخیص بدید که کجا تو تایم فریمی بیاین ترید خودتون انجام بیاین معامله خودتون رو انجام بدید یه تایمی فقط تایم فریم هفتگی رو من تحلیل میکردم میگفتم آقا قیمت الان رفته بالا باز هم ادامه داره این موج ولی الان تایم فریم روزانه هستش چرا چون که قیمت که به سمت پایین داره اصلاح میکنه کندل ها با ریز با جزئیات بیشتر در اختیار ما هستش و میتونیم نگاه کنیم که قرار چه اتفاقی بیفته ولی تو تایم فریم هفتگی کندل رو ریز و با جزئیات بیشتر در اختیار ما نیستش و الان زمان تایم فریم روزانه هستش حالا تایم فریم هفتگی هم یه نگاه داشته باشیم ببین قیمت که داره به سمت بالا حرکت میکنه خیلی طبیعی اگر بی تی سی هم بریم نگاه کنیم ببین من بیت کوین هم میخوام رو باز کنم این قیمت های پایینی که داره میاد چون که از اینجا شما در نظر بگی 12 درصد قیمت ریخته ببین اینجوری تو نگاه میکنی میبینی که قیمت پایین های رو داشته بالا پایین زیاد دیدیم از بازار ارز چال ولی قیمت برگشته قیمت به سمت بالا اومده یک سودی رو کرده یک خوبی رو داشته و الان منتظر باید باشی. ببینیم که قرار چه اتفاقی بیفته اگر بیت کوین برگرد دوباره بالا 69 مطمئنا شیبا و ارزش دیگه هم یه پامپی رو میان تجربه میکنن یه نکته هم بگم بچا اینجا تو بخش ترند ها خب یه میم کوین مثلا به بوم بودش و یه پامپ خیلی فوق رو تجربه کرد به سمت بالا برخی ها که الان دیر متوجه شدن ببینین این عرض ها داخل بازار خیلی زیاده الان تو بخش ترند ها شما نگاه میکنید همشون میم کوین همشون ارزهای دیجیتال میم کوینی بازار ارزا هستن که اینجا دارن نوسا میکنن پاپ میکنن دوباره برمیگردن مثلا این یه میم کوین ترامپ ببین 32 درصد قیمتش رفته بالا 3000 درصد سوزی روز گذشته قیمتش رفته بالا و این ارز بوم دیدم که خیلی رفتن رو سقف خریدن ببین مارکت کپش 100 بازار بودش الان شده 138 و اشتباه من بارها تاکید کردم که این کارو انجام ندید و سعی کنید یک ارز جال می خرید روی اون باشید و ببینید که اون داره چه رفتار قیمتی رو از خود نشون بده من تمام نکات رو گفتم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این هم لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو بندازید پای ویدیو تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار